سلام دوستای خوبم، امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد و لبتون خندون باشه. ما امروز بند و بساطمون رو جمع کردیم و اومدیم سر طبیعت، جنگل های 3000 شهر هواست، جای همتون خالی. فصل بهار و اردیبهشت که باشه، جنگل ها انقدر زیباست و درخت ها سرسبزن که واقعا آدم دلش نمیخواد که از اینجا برگرده. ما امروز یه آشپزی هم اینجا راه انداختیم، یه املت آتیشی خوشمزه، جای همه تو خالی. اول یه پیازی پوست کندیم و خرد کردیم. آشپزی تو طبیعت خیلی کیف داره، با وجود سختیه که داره، ولی هم خوشمزه تره هم خیلی هم لذت بخشه. شما این سرسبزی و این رودخونه خروشان و واقعا نگاه کنید این آتیش خوشگلی که اونجا داره میسوزه، واقعا آدم کیف میکنه. جای همه تون برای بار چندم خالی. ببینید برگ درخت ها چقدر قشنگ و سبزن، یه بارون ریز و نمنم یعنی داره میاد و آتیش ما همیشه درست شده و میتشتم همه جا رو برداشتم. پیازا رو میزیم تو روغن داغ و حسابی سرخشون میکنیم. واقعا آشپزی با آتیش و دود یه کیفی دیگه. باید هر چند وقت دلو به طبیعت رفت، از زندگی شهری فاصله گرفت. به صدای طبیعت گوش کنید، صدای رودخونه چقدر آرامش بخشه. حالا ما گوجه هامون رو هم خرد میکنیم. چند حبه سیر هم به این املت خوشمزمون اضافه کنیم که واقعا طعم معرکه ای داره. هر گوشه طبیعت رو نگاه میکنی یه قشنگی داره. گلای لاله، گلای شقایق، همین علف ها، سبزه ها، من که عاشقشم. خب گوجه های ما که خود شد، بریم به پیازا اضافه کنیم. تا پیازامون نسوخته با این آتیش خوب، دری گوجه ها رو بریزیم. گوجه رو اضافه کنیم، نمک و ادویه بزنیم و درش رو بذاریم تا پخته بشه. چه آتیشی هم درست کردیم. ببینید آتیش چقدر خوشگله، واقعا حال میده آشپزی کردن تو طبیعت.
گوجه هم داره کم کم نرم میشه. صبر میکنم تا آبش کشیده بشه و یه املت خوشمزه داشته باشم. دیگه کم کم آب گوجه داره کشیده میشه، خوش میشه. وقت اضافه کردن تخم مرغ هاست. شما هم این طبیعت زیبا رو ببینید چقدر قشنگه. من باید اینجا یه نون خونگی هم درست میکردم ولی چون برنامه‌مون یه دفعه پیش اومد فرصت نشد. دفعه بعد یه نون خوشمزه هم تو طبیعت براتون درست میکنم. خیلی لذت داره نون پختن تو طبیعت. املت دودی ما هم آماده شد. اونو تو ظرف می‌ریزیم و در کنار یه چای آتیشی نوشه جام می‌کنیم. جای همتون خالی. دوستای خوبم، اگه شما هم آشپزی تو طبیعت رو دوست دارین این کار رو انجام میدین، حتما برام کامنت بذارین. خوشحال میشم تجربیاتتون رو به هم بگین. منتظر کامنت ها و نظرات قشنگتون هستم. اگر این کلیپ رو دوست داشتین حتما برام پیام بذارین. بفرمایین یه املت خوشمزه با چای زغالی. جای همتون صبر.